درود، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی با گفتگوی ویژه دیگر درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته و چشماندازی بر آن و دورنمای وضعیت اقتصادی ایران در سالی که در پیش رو خواهیم داشت. در این زمینه همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسن منصور، اقتصاددان از لندن. ضمن سپاس از شما جناب آقای دکتر که در این گفتگو همراه ما هستید، نظر شما رو می‌خوایم بدیم در مورد کارنامه دولت ابراهیم رئیسی در سال 1401 از نظر اقتصادی. شما چه امتیازی به این کارنامه میدید و اصولا ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی سالی که گذشت چیه؟ با درود خدمت شما خانم نامداری گرامی و همه بینندگان و خوانندگان ارجمند. ببینید، آقای رئیسی وضعیت اقتصادی بحرنجی رو به دست گرفت و اون رو بحرنجتر کرد. یعنی با تعریفی که در نظام اسلامی از دولت داریم، دولت نمیتونه مسائل یعنی پارامترهای عمده اقتصاد رو دگرگون کنه، برای اینکه مشکلات اقتصادی ایران در ساختار دولته، در ساختار اقتصادی یک و بعد در عناصر و روابط بین اون عناصر در ساختار اقتصادی، اینا رو دولت نمیتونه عوض کنه. به این معنی که مثلا 70-80% اقتصادی ایران اقتصاد دولتی است. در اینجا نهادهای انقلابی سهم بسیار بسیار سنگین دارند. دولت نمیتونه اینا رو عوض کنه. دولت کاری که میتونه بکنه، اگر دستش باز باشه که نیست، میتونه سیاست گذاری بکنه. ولی این سیاست گذاری ها همش از بالا، یعنی از سوی نهاد رهبری و کمک هایشون، سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی دیکته میشن به دولت. در نتیجه دولت در یه ساختار بیمار، خود دولت هم با توان بسیار ناچیز و اندیشه بیمار سرکار میاد، در نتیجه نمیتونه کاری بکنه. این قضیه در مورد دولت رئیسی نورون علی نور بود. برای اینکه ببینید، اقتصاد ایران بیماره، ساختارش به شدت بیماره، روابط بین آحاد اقتصادی یعنی نهادهای سپاهی، امنیتی، بانک‌ها با کل نظام اقتصادی و دولت بیمارگونه است، سالم نیست. در اینجا حتی اگر یک دولت توانا بر سرکار می‌آمد، هزار و یک مشکل داشت. در حالی که دولت آقای رئیسی اصلاً فهمی از این قضیه نداشت. برخی از عناصرش، یعنی مدیر کل این قضایا، یعنی آقای مخبر، ایشون یکی از عوامل بیماریزا در همین سیستم هستند. بعد از اون کسان دیگری هر کدوم داره، یا مافیا، آقای مثلا مشاور اقتصادی دولت آقای محسن رضایی به سهمی در مافیا داره و درکی از اقتصاد نداره. بعد میمونه وزرای اقتصادی، یعنی وزیر اقتصاد، وزیر سازمان برنامه بودجه، وزیر نیرو، رئیس بانک مرکزی. اینا همشون ناتوانی ها و کج‌فهمی های خودشون دارند و البته دستی هم در فساد دارند. در نتیجه هیچ کاری، یعنی شما اگر مقایسه بفرمایید با برنامه‌ای که دولت اعلام کرد، آقای رئیسی اعلام کردن، هیچ کدام از اونها در دستور عمل قرار نگرفت. حرفای بیپایه و بدون نیت اجرا بودن که بیان شدن. ما قیمت ارز و پایه میاریم، قیمت تراپی میاریم، تورم رو کنترل میکنیم، ایجاد اشتغال میکنیم، سرمایه، همه حرفای مفته. در نتیجه هیچ کدوم در اون جهت حرکت نکردن. با این ترتیب شما اگر نگاه کنید، سندی که دولت در همون سال برای بودجه تنظیم کرده، خب بودجه شرم‌آوریه، تمام ضعف‌های بودجه های سابق رو داره و اون رو تشدید میکنه. در مورد افزایش نقدینگی، اگر در دوران آقای روحانی ما روزانه در حدود حد اکثر 3000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرده ایم، در دولت ایشان روزانه 5500 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده ایم.
در نتیجه انفجار نقدینگی در دوره هم بیشتر بوده، بیکاری بیشتر شده، خروج سرمایه بیشتر شده، خروج نیروی انسانی بیشتر شده، سرکوب علنی‌تر شده، بیشتر شده. در نتیجه کارنامه اقتصادیشون من هیچ چیز مثبت درش نمی‌بینم متأسفانه، و روابط بین المللی هم که مؤثر روی مقولات اقتصادی هست اونم بدتر شده. یعنی چند ماهی با برجام بازی بازی کردن و بعد اون رو رسوندن به نقطه بنبست کامل و الان به نقطه سقوط رسوندن. در نتیجه اگر بخوایم به کارنامه یک ساله ایشون نمره بدیم، از نمره 20 بدیم ایشون حتی یک نمیبره. اتفاقا سال دوم در همین زمینه هست. کارشناسان اقتصادی از اواخر سال 1400 بارها از دولت ابراهیم رئیسی خواسته بودن و تذکر داده بودن که چاپ پول بدون پشتوانه، تورم و حذف یارانه کالاهای اساسی باعث رشد افسار گریخته تورم خواهد شد. به نظر شما چرا تیم اقتصادی دولت هیچ تمهیدی انجام نداد؟ شما اشاره کردید به سند بودجه، افزایش نقدینگی. آیا اینها واقعا کارها، راه حل‌هایی بود که ارائه دادن و به نظر شما میشد کارهایی کرد؟ قطعا میشد کارهایی کرد، ولی آیا پرسش باید اینجوری کرد، آیا دولت در ایران میتواند کاری بکنه؟ چون برای دولت برای اجرای برنامه معین میاد، یعنی دولتی که اونجا میاد باید این ساختارهایی که از این نظام بزران تا تغذیه میکنند اینها رو راضی نگه داره. باید اونایی که چک های خالی می نویسند و چک های میلیاردی می نویسند و بانک مرکزی مرتب اینها رو پاس میکنه، بهشون اعتبار باز میکنه، باید اینها رو راضی نگه داره. اگر این کار رو نکنه، مقاومت بکنه، کار خودش در 24 ساعت از دست میده. به دلیل دولت در واقع کاری نیست در این زمینه. منتها مسئله اینه دولت اصولا با همچو قصدی میاد جلو که کاری بکنن بعد نمیذارن. نه، دولت اصولا با این قصد نمیاد. دولت میاد که همین راندخاران رو راضی نگه داره و نظر اونها رو بر خودش جلب بکنه. در نتیجه شما یه دفعه اینه که برنامه‌تون برنامه اصلاحی است، با موانع روبرو میشه و شکست میخوره. مثلا برنامه دوره اول رفسنجانی چنین بود، قصرایی بود، در عمل به فساد رفت و شکست خورد. اما وقتی شما میایید و برنامه تون این هست که مردم رو 20-30% دیگر فقیرتر بکنید، این برنامه تونه و این سند برنامه شما، سند راهبردی، نقشه راه شما برای یک سال آینده بودجه تونه. در بودجه شما قبول میکنید که تورم شما در حدود 40-50% خواهد بود و افزایش دستمزدها و حقوقها برای نیمی از مردم کشور حد اکثر 20% خواهد بود. یعنی که عملا شما در این سند تایید میکنید که این 40-50 میلیون نفر جمعیت کشور 20% حداقل فقیرتر خواهند شد. این برنامه تونه. حالا شما در این برنامه موفق بشید، مردم رو فقیر کردید. منتها عملا بدتر از اون انجام برایم، بدتر از اون میشه، بهتر از اون نمیشه. وقتی برنامه شما این چنینه، یعنی تورم ممکنه بالاتر بره، در نتیجه سرمایه گذاری ممکنه کمتر بشه با این سیاستی که در پیش گرفتید، در نتیجه اشتغال ممکنه کمتر بشه اگر روند های این چنین کس ادامه پیدا بکنه، قدرت خرید بیشتر کم بشه و در نتیجه دولت حتی اگر در برنامه اجرایی خودش موفق بشه، مردم رو فقیرتر خواهد کرد. سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودید.